سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همچه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک رپ حواشی دیگه. امروز یک رپ حواشی یکم متفاوت داریم، داستاناش خیلی عجیبه و قرار راجبش صحبت کنیم. برو بریم که ما هم این رپ حواشی رو داشته باشیم. ساملیسون یک مصاحبه جدید داشت که راجب UFC بود اکثرش، اما یه قسمتش راجب این صحبت کرد که من اولین و بهترین رپر ایرانم، حالا یا منم یا هیچ کس دیگه. اگر بخوایم به این دید نگاه بکنیم، اولین نفری که رپ کرده خب ساملیسون نیست، ولی اگه بخوایم به این نگاه کنیم اولین کسی که استاندارد رپ کرده، درست رپ کرده نسبت به زمان خودش، میتونیم این نگاه روش داشته باشیم که اولین شخصی بود که تو ایران استاندارد و حرفه‌ای رپ کرد. حالا اینا رو گفت توی مصاحبهش و توی مصاحبه یه سری کامنت ها گرفت، نسبت به این کامنت ها یه سری واکنش نشون داد، یه سری وایس گذاشت که خیلی هم سریع پاک کرد. اما اگر لحنش درست بود، به نظرم حرفی که داشت میزد خیلی جای تأمل داشت، این که ببینیم چی جوری داریم، یعنی کامنتی که داریم میذاریم آیا کمک میکنه به کسی یا نه، صرفا فقط اینجوریه که اصلا چی میدونی چی دارم میگم. بریم با هم وایساشو گوش بدیم. حدود 22 ساعت میگذره از زمانی که این پادکست اومد روی یوتیوب، کامنت ها رفتم خوندم، الان مثلا 600 تا 800 تا کامنت، ویلی خوبه، ویلی بده، ویلی گنده، ویلی عشقه، نمیدونم اینو واسه چی آوردین، این گاو واسه چی آوردین، چقدر خوب که اینو آوردین. ما یه چیزی ندیدیم که بزنه من با اینجای حرفاش موافقم، من با اینجای حرفش مخالفم، من از اینش خوشم اومد، اتفاقا اینجا رو درست گفت، اتفاقا اینجا رو داره اشتباه میگه، نظر من اینه، یه مش گاو. تازه مثلا این خیلی پادکست تخصصی و من رپ رو دیدم که با سر تا پاش چیه، انتظار من از این بیشتر بود. میگم مثلا کسایی که این پیج رو دنبال میکنن یه ذره مغز تو کله شون هست، حالا هی میگن نمیدونم ما چی ان، واقعا نگاه کن تو رو خدا، یعنی اصلا ما با چی طرفیم کلا؟ کامنت گذار البته همینه دیگه، کسی که مثلا نظر داشته باشه که نمیاد اون زیر بنویسه، وقتی منو ببینه بهم میگه دیگه. از بچه یه سری این توهم های به من میدادن که تو آمریکا متولد میشدی، جزء رپرهای آمریکایی بودی، چقدر میترکوندی و خدای تو استعداد داری. نه با دهنم صاف بود، اونجا یه تیپ دیگه هم با مردم اطلاع دارن، رپرها قوی هم فلان، مثل اینجا قرازه نیست، همه چی از کامنتیه تا شنونده تا خواننده یه مش قرازه، اینجوری نیست اونجا. پدرم در میومد هیچ گوهی نمیشد، همین چیزی هم که الان بودم نیستم، دو نفری هم که تو پارکینگ سرباز با عکس میگیرن اونا هم نمیگرفتن، مثلا میگفتم یه گوم شما برو، اینطوری بود، یعنی یه تیپی میمادم میخوردم به طورم از خواننده‌ای که با هم درگیره تا طرفداری که گوشیده اصلا نمیذاشتن من به اینجا برسم. آره داداش، های کامنتی من زیادی گیر بدین، یهو یه کاری میکنم دیگه کامنت نذارید، زشت باشه براتون، کامنتیو میخوام یه ذره تکون بدن، هر هر کرکر منم. با وایس های سام ویلسون رو با هم گوش دادیم، اما یک داستانی هست که این دو روزه توی رپ فارسی هست، اونم پوریا آدروید یهو عصبی شد، گرفت روی هیپاپولوژیست و برعکس بلاد. سر چی؟ سر اون استوری که گذاشته بود هیپاپولوژیست، میگفت هیچ پارکی برات امن نیست. خلاصه کلی فوش و بد و بیرا و میام و کی تو پارک میره و فلان و فوش خار و مادر. از اونورم اومد یک ویدیو منتشر کرد که شایان رگ بود از دور، اصلا نمعلوم بود چی داره میگه چی و اینها، اما پوری آدرویت ادعا میکرد که ما اینو گرفته بودیم، میکه بچه ها گرفته بود، جاوید نامی خفتش کرده بوده و اونجا داشته آهنگ پوری و تتپتر رو میخونده، یعنی زدیم پس کلاش گفتیم اینو بخون و خونده، ولی خب هیچی معلوم نبود، یه 9 ثانیه اینا ویدیو بود که اصلا معلوم نبود چی به چیه، کی داره چی میگه اینا. بعد از اون ور شاین رگ اومد یه سری وایس گذاشت که پوری آدرویت ادعا کرد که نه اینا نسوه است، کلشو بذار. و بعدش هم یه همچین استوری شاین رگ گذاشت که میبینید یک شمشیر گرفته دستش، سه برابر قد خودش، بعد نمیشه که دو برابر قد. سوالی که من دارم از آقای شاین رگ، اینو میخوای کجا استفاده کنی؟ اینو تو دعوا میبرید؟ این سه نفری برمیدارید کجا اینو میبرید؟ عزیز میخواید پاشید برید گردن شطور بزنید؟ چیه الان این؟ خندتون نمیگیره واقعا؟ بعد اون پشت پرده اون چی قایم کردین یکی رو با این زدینش، چیه داستانین؟ اینو اینجوری گرفتین فاز شاولین؟ بعد میدونید که حمل سلاح گرم و سرد و نشون دادنش و اصلا داشتنش جرم داره، به بسته به سایزش و خطرناک بودنش و اینا 6 ماه حبس و چندین ضربه شلاق و اینها، ولی در کل اینو کجا استفاده میکنن؟ تو کدوم دعوای همچی چیزی میاد؟ دو نفر به زور اینو گذاشتن رو شونه ایشون. بعد از اونور پوریا آدرویت اومده میگه که اینا دنبال آهنگ خوب دادن و بازدید گرفتنن، رب بعد بیای تو خیابون و واقعی و این حرفا، چی داری میگی مرد حسابی؟ اصلا یعنی چی؟ شما اسمت رپره، چه هنرمند باشی چه نباشی داری یدک میکشی اسم هنرمند بودنو تو خیابون، رپ خوب مهم نیست، خب چرا داری رپ میکنی داداش؟ برو یه شرکت بزن،
برو محافظه بقیه رپرها، محافظه آدم ها باشه، برو دعوا کن دیگه، تو خیاب شرخری کن. برای چی داری رپ میکنی اگه رپ مهم نیست؟ یعنی با اون دیدی که شما داری، یعنی بیردمن رپر بهتری از لیل وین داری رپ میکنی؟ آقا رپر خوب کسیه که با رایم و پانچلاین کانسپت و خوشگل با یه دیلیوری خوشگل داره بهت نشون میده و یک صحنه ای رو که حالا میتونه واقعی باشه یا نه اصلا تجسمی باشه رو بیاره رو ورق، ببره پشت میکروفون، مخاطب فازشو بگیره، عشق کنه، حال کنه. حالا دعوا و بزنم و این داستانا از روزی که پوری آدرویت اومده و شروع کرده بیشتر از 1000 تا وایس فوش خوار و مادر داده، بالغ بر 10-15 نفر آدم متفاوت، خون از دماغ یکی نیومده. بابا بی خیال، صبح زور شب نشستین این به اون فوش خوار مادر میده، این به اون فوش خوار مادر، بعد میگن ما لاتیم بزنیم با غیره. نشستی اونجا داری فوش خوار مادر میخوری، نمیری یارو رو پیدا کنی هر جوری شده، باز میای فوش خوار مادر میدیم، بعد پاک میشه میره، بعد شما لات و واقعی و بزن. بابا چه حرکتیه؟ من نمیدونم دارین ادا تتلو رو در میارید. تتلو اگه از این کارا میکرد، هنرمند فوق العاده ای بود که حالا این ضعف هم داشت، این همه شاهکار تولید کرده بود. دلیل این که تو دل مردم بود که فوش ناموسی بین اون دادن نبود که. من نمیدونم هر کی دو روز میاد دو تا آهنگ میده، بعد نمیدونم چرا هر کی رپر بده که آهنگ خوب نمیتونه تولید کنه، خیابون. خب آقا یه ویدیو از خیابونت ببینیم، اصلا اونم ندیدیم. میخواین ما بیایم هماهنگیاشو بکنیم، یه زمین سومی، یه خاک بی‌طرفی بذاریم، اگه میترسید برید تو معلم همو خف کنند، برید اونجا دو تا چکی به هم بزنید، نه خون از دماغ کسی اومده، نه کسی کبود شده هی فقط این. بابا بی خیال، یا مثلا دو روز دیگه بخوان آهنگ تو برای یکی بذارن یا معرفیت کنن، بگه داداش این رپره رو شنیدیم، میگن آره آهنگش رو بذار، میگن آهنگش که بده، بیا ببین چه فوشایی میده تو تلگرام، فوشاش خیلی باحاله، فیلمای دعواشو ببین. خب اونم نیست که، بابا چی کار دارید میکنید؟ کارتون رو بکنید. آهنگ صبح زور شب فوش خوار مادر، این به امید اون به امید، هیچ اتفاقی هم نمیفته، این خیالتون هم نیست فوش خوار مادر دارید میخورید؟ برای چی این داستان؟ برای بازدیده، برای دیده شدن. بعد اصلا مضحک خنده داره، 3000 تا یهو وایس میاد فوش، این به اون میگه، اون به اون میگه، این دروغ میگه، اون دروغ میگه، از اونور پوری آدرویت اومده یه سری چت ویناک داره نشون میده که بعدن کاشف عمل اومده یه بابای ایسکا اینو گرفته جای ویناک، بعد اینا رو به عنوان مدرک پخش میکنن، اون میگه فیلم لوات فلانی اصلا معلوم نیست یارو کیه، این میاد یه ویدیو از دور، بابا زشته، بابا خجالت بکشید. بعد هی میگن رپ آمریکا اونور خلافکارن، چین داره پولشو میاره فلان به ما، داده شروع از هنرش درآورده، از کار خلافش درآورده، از این کارا نمیکنه. شما که رپ اونور رو دنبال میکنید، کسایی که مثل شما از این کارا میکنن بهش چی میگن؟ چی میشه؟ چجوری کنسل میشه؟ نمیشه که. یارو میاد هی بیاد بگه من احمدتونو میزنم، هیچ اتفاقی نیفته، یارو رو بایکوت میکنن. اون کسایی هم که میان شروع میکنن اینجوری فوش خوار مادر دادن به این و اون، یا بهاشو میدن که مرگ تش، یا کنسل میشن از طرف مردم، میگن بابا بهشون میگن دلغک مجازی، مثل اتفاقی که برای اسموک پرپ افتاد، حالا از اون ور مثل اتفاقی که با سالا تنتاسیون افتاد، حالا حرفای شایعه هایی که هست میگن به چه دلیل این اتفاق افتاده، الکی که نی بابا، هی فوش. اون ور اگه یکی داره فوش میده خودش گنگستره، میدونه اون ورم یارو گنگستره، بهاشو میده. شما اینجا نشستید، نه کسی اون یکی رو مگه کاری داره تو ایران دو نفر همو پیدا کنن؟ مگه میشه این همه با آدمای مختلف درگیری بیاین تو خیابون لوک میدم هیچ اتفاقی نیفتاده؟ هیچکیشیو ندیده؟ یه ویدیو نیست که بغل هم رد شدین؟ مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ بعد صبح زور شب فوش خوار مادر، هنرتون چه فوش دادنه؟ خودتون خندتون نمیگیره واقعا؟ این همه مدت فوش خوار مادر میگیره، ما گنگیم، اون شایان رگه، این یکی، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاق، مو از سر یکی کم نشده، کم شده باشم مال جیجه، مال ریزش موه. چی کار دارید میکنید؟ بابا بی خیال، اصلا نمیفهمم حاجی. صبح یهو میای میخوای ببینی چه خبره تو رپ فارسی، میبینی آهنگ نیومده، یه ایل افتادن به جون هم فوش خوار مادر. با غیرتتون کجا رفته؟ اون داره مرده زنده تو فوش میده، اون یکی هم داره مرده زنده تو رو فوش میده، هیچ اتفاق نمیفته. بعد اینا لاتن و گنگن و لوتین و مشتین و بزنن و تو کدوم دعوا اینو میارن همچی چیزیو؟ اصلا میتونی اینو حرکت بدی تو دعوا، تا اینو بیای بلند کنی یارو خوردتت که؟ نمیفهمم. بعد همه هم اینجوریان که نه ما لاتیمو بزنم. بی خیال بابا، بی خیال، کارتونو بکنی، چهار تا کار باحال بدی، دادم لذت ببر، فضا رو به گوه کشیدید. یعنی آدمی فوش خوار مادر مرده زنده، داداش آدمی که خودش غیرت داشته باشه انقدر راحت همه رو فوشکش نمیکنه که بعد بشینه اون یکی هم فوش بده، اینم ریلکس فوش بده بخنده؟ چیکار دارید میکنید؟ بعد من یه چیزی نمیفهمم، جمهوری اسلامی این همه تو یکی
دو تا بازدید کننده داره یه استوری میذاره که من به قیمت بنزین اعتراض دارم، دو سود میگیرنش، بعد عکس قمه و فوش خوار مادر و تهدید و بزنمت و بکشمت و من اینجوریم و تفنگ بکشم و اینا، یه احضاریه واسه اینا نمیره؟ چجوریه؟ حالا نمیگم که احضاریه بره بگیرنشون فلان و بهمان، اینا قانون کشور چجوریه اصلا؟ میشه همچی چیزی؟ حالا از اون هم مثلا ما یه آرمین رابه رو داریم که اون بنده خدا هم حالا رپش خیلی قوی نیست، ولی میری استوریاشو میبینی یه چیزای عجیب غریبی میذاره، میگی طرف واقعیه. با اینم دعواتون شد، هیچ اتفاقی نیفتاد، یه لوک دستمون نرسید. با اون یکی دعواتون میشه، هیچی، فقط ما خفنیم. آقا این حرفا رو میخواستم بزنم، نمیدونم اصلا واقعا دیوانه شدم، اصلا نمیدونم واقعا اعصابم خورد از دست این اتفاقاتی که اومدم با لحن شوخی با این برخورد کنم. دیدم اصلا با این شوخی هم نمیشه کرد. وایسا رو گوش میدی آدم عصبی میشه، وایس سومو نمیشه گوش داد. چه حرکتیه بابا، بی خیال دیگه حاجی. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، مطمئنم رفته رو اعصابتون، ولی حرفا رو باید زد دیگه، حرفا رو باید زد، نمیشه که حاجی. هر کی میاد ما گنگیم، اینو فوش خارمدرونم کو بابا، گنگ بودنت کو حاجی کو، فقط وایس همه بلدن. بعد یه مود شده یه ترندی، یارو میخواد نقد کنه میاد با فوش خارمادر مثلا، بعد میگم منتقدم. اون یکی رسانه میاد پست میزنه با فوش خارمادر، این یکی رپر با یکی دیگه موشه فوش خارمادر، فوش خار. بعد همه هم ما ایرانیم، 2500 سال فرهنگ. بابا بی خیال اصلا واقعا. خلاصه آقا دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی سیوسون، من برم که اصلا خوردوشه، منم الان 4 تا فوش میدم. دمتون گرم، سیوسون.